بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم. بینندگان عزیز و گرامی، از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در کربلای معلا و از جوار بارگاه ملکوتی قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه، به محضر مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب دارم. با برنامه بینات در خدمت شما عزیزان و در خدمت استاد محقق آیت الله جناب موسوی زنجانی دامت افاضاتو هستیم و انشاءالله استفاده میکنیم. جناب استاد سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند و دوستانی که در این برنامه زحمت میکشن و کلام خود را با سلام به محضر آقا حضرت ابوالفضل شروع میکنم. بسیار عالی. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع الامر الله. السلام علیک یا قمر بنی هاشم. السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین سید الوصیین. السلام علیک ایها المظلوم و ابن المظلوم. السلام علیک ایها الشهید و ابن الشهید. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، همچنان که استحضار دارید با برنامه بینات در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع بحث ما سرزمین کربلا و امام حسین علیه السلام در کلام انبیا. در جلسه گذشته مسئله مطرح شد که جناب استاد حدیثی رو از کتب علمای اهل تسنن عنوان کردند، مبنی بر این که اونها راجع به بعضی از علمای اهل تسنن که اونها رو قبول نداشتن و میخواستن اونها رو رد کنن گفته بودن اینها کنیززاده اند و حدیثی رو نقل کرده بودن که کنیززادگان، خلاصه اون چه مشکلات هست از طرف کنیززادگان حاکم شده، ولذا این مسئله مطرح شد که شاید این مسئله اشاره داشته باشه و به اینجا نگنجه، چون مادر شش امام معصوم از ائمه هدا از آل پیامبر کنیز بوده اند و دیگر مسئله وقتی بالاتر میره به مسئله حضرت ابراهیم سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام میرسه که حضرت ابراهیم علیه السلام دارای دو همسر بود، یکی هاجر و یکی ساره. هاجر مادر حضرت اسماعیل و ساره یا سارا مادر حضرت اسحاق، و مباحثی که مطرح شده در این مورد که حضرت هاجر کنیز ساره بوده و او را به حضرت ابراهیم میبخشه و بعد مادر حضرت اسماعیل میشه و الی آخر. و این نکته یک ظرافت بسیار مهمی داره که جناب استاد این مطلب رو رد فرمودن که اصلا حضرت هاجر کنیز نبوده. این برای بنده تازگی داشت و برای شما هم حتما تازگی داره و لذا مسئله کوچکی نیست. در این جلسه از جناب استاد میخواهم که جناب استاد اگر اجازه بدید این جلسه رو با همین مطلب آغاز بکنیم و یک مقداری شرح و بست بیشتری بدید، ببینیم که اصل ماجرا حسب تحقیقات حضرت عالی چه بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. در من هم این اشتها هست که در جلسه قبل حضرت عالی اشاره کردید به یک نکته‌ای که الان توضیح دادید، برام جالب بود اون قصه تکلیفش روشن بشه که از اساس ما پذیرفتیم انگار که حضرت ابراهیم دوتا خانم داشته، یکی هاجر کنیز، یعنی دوتا بودنش مسلم کنیز، اما سارا علیها السلام چی؟ آزاد. و اون چی که دنبال این نقل شده سارا
علیها سلام آنقدر بر ابراهیم مسلط بوده، جزء قصص سیال در محافل شیعه هم متاسفانه هست تا چه رسه چی؟ اهل سنت. مال اونهاست، لبش به جامعه ما هم رسید. در حقیقت میخواید بفرمایید چه بسا و بلکه قطعا اسرائیلیات باشه که وارد عرض شود که کتب مسلمان ها شد. بله ببینید، ما عرض میکنیم از نظر این حقیر که یک طلبه بیش نیستم، اون مبلغ راهی که رفتیم به مبلغ اطلاعاتی که داشتیم، برای من تقریبا قضیه از مشکوک بودن رد شده، مظنون شده، اگر نتونم بگم چی، مقطوعه. قصه اسرائیلیه، میارزه ما اینجا کمی صحبت کنیم. بالاخره این مباحث برای همینه دیگه، تنویر افکاره. مثلا یادم رفته در جلسه قبل نکته عرض کردم که ابن ابی شیبه استاد بخاری ابو حنیفه را چه میدونست؟ یهودی. معمولا حق داره، معمولا جوان ها حساسن، آقا این حرف رو زدی ولی نه سند دادی، نه مدرک دادی، نه کسی را معرفی کردی که فلانی گفته. در تاریخ خطیب بغدادی سنی جلد 11 چاپ دارالفکر بیروت صفحه 291 این آدرس. اینم نکته خیلی بزرگیه و نکته کمی نیست. کمی نیست، بله. یکی میاد میگه محصولاتشون نصاراست، خودشون چی؟ یهودی. یادتون هست در جلسه قبل؟ بله، این مطلب اشاره شد. ببینید، اصل قضیه از اینجاست که من برخلاف شیوه دائمی که همیشه روی سند به قول فیلمبردارا زوم میکنم، بی سند حرف نزنم، اینجا قبل از سند کوشش میکنم توضیح بدیم. حضرت علی کمک کن که توضیح من خیلی توضیح معمولا جامعی نیست. قبل از اسلام آنچه که فرهنگ داشت، قانون داشت، آگاه بود، منسجم بود، پیشرفته بود، متمدن بود، تمام چشمها به سوی اونها بود، یهودیان بود. این قطعیه. پادشاهان دنیا تلاش میکردن قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام، پزشکان شخصیشون از یهودیان باش. پادشاهان دنیا تلاش میکردن وزیر چی میگه تجارت، وزیر بازرگانیشون، بانک مرکزیشون چه کسی باشه؟ یهودی باشه. تا جایی که حاکمان مسلمین قبلا در یک محفلی سرزمین عشق بود یا بینات بود، در محضر حضرت علی بودیم، عرض کردم که در اسپانیا نخست وزیر مسلمین یوسف ابن سلیمان بود. نخست وزیر، نخست وزیر نفر دوم، یک فرد یهودی بود. یهودی بود، پسر شاه که ولی عهد بود زیر بار نرفت. نخست وزیر حساس شد، دعوت کرد منزل، زهر داد به صورتی که شاه نفهمه، ولیعهد رو کشت. به شاه گفتم بابا جریان اینه، اون هم لشکر بردار، شاه مسلمین اسپانیا، این آقا رو با 30,000 یهودی قتل عام کرد. این هم تاریخچه سیاهشون. برگردیم به موضوع. آقا یهودیان قبل از اسلام قصه ها، قصه های سلیمان، قالچه سلیمان، صدای سلیمان، همه چیز قصه. خب اون زمان دیگه فیلم کارتون که نبود. قصاصین معروف هم، بله. قصه گوها، داستان سراها، همه چیز مردم قصه بود و قصه هم اصالت داشت. جناب آقای شهیدی، الان ما میگیم قصه گویی دیگه رفته، چون تلویزیون آمده، موبایل آمده، نمیدونم این گوشی آمده. کتاب های داستان در زمانی که بالاخره ما بالاخره بچه تر از حالا بودیم، امیر ارسلان شنیده بودیم، کتاب آمد. بله کتاب، قبل ها این همه کتاب نبوده، این همه نشر و چاپ و اینها نبوده. شما بگید غیر از یهودیان چه کسی وارث تاریخ انبیا بودن؟ کل متدینین میخواستن ببینن مسئله زلیخا چه بود. جوانها میافتادن دنبال یهودی ها با نهایت عشق علاقه، التماس میکردن نوکرت هستیم، بشین قصه حضرت یوسف را به ما، جوان بودن، علاقه داشت از عشق و عاشقی، بدونن چه خبره. ادهی که دنبال موسیقی بودن، هنر بودن، حالا موسیقی حلال به قول ما، سبک های مذهبی چه غیر مذهبی. آقا تو را خدا از داوود، از زبور داوود مقداری بخون. ادهی علاقه داشتن به مسئله جن و تسخیر، چه میگید علوم غریبه، میافتادن دنبال یهودی، تو را خدا ببینیم این مسئله سلیمان تسخیر جن چیه. ایده دیگر علاقه داشتن به سحر،
سحر جادو که معجزه آمد خرابش کرد در حقیقت از بین برد اینها رو، سحر همه کاره شده بود، می افتادن دنبال علمای یهودی از مسئله حضرت عصای موسی، معجزات موسی چگونه آمد چی سحر رو از بین برد و حضرت سلیمان چگونه از طریق سحر قدرت ماورای استفاده می کرد، یا آصف ابن برخیا. یک کلام عرض کنم، این میارزه بخشی از بحث رو به این اختصاص بدیم. شما یهودیان قبل از اسلام رو اگر از فضای مسلمین، نمیگم ها، میگم اونایی که متدین به دیانت انبیا بوده، و اگر بگم مسلمین هم درسته چون اسلام همه ادیان بوده دیگه، همه ادیان اسلام بوده، مسیحی یا یهودی یا ادیان مختلف علاقه داشتن از یهودی. یهودی یعنی فرهنگیان چی؟ فرهنگی ترین مردم. پیغمبر اسلام که آمد در به یهودیت چی؟ بسته شد و تخته شد. چه تخته شدنی؟ چه تخته شدنی؟ انقدر اینها بی ارزه شدن، انقدر اینها از چه میگن سکهشون از اعتبار افتاد، تنها مبلغ صادق پیغمبر که اینها بودن، آقا پیغمبر میاد، فکر میکردن از بنی اسرائیل، نمیدونست از پسر عموی بنی اسرائیل، بنی اسماعیل دیگه، پسر عموی اونان دیگه. آقا پیغمبر که آمد دیدن آقا هرچی از یوسف گفتن، رسول خدا گفت آقا این قصه درست نیست، این قصه از داوود 10 مطلب یاد گرفته بودن 2000 اضافه کرده بودن، از سلیمان 20 مطلب یاد گرفته بودن 5000 اضافه کرده بود، آقا قصص های داستانی صدها جلد شده بود. با توجه به این پیغمبر اسلام آمد گفت که آقا جان اون چی که شما آوردید قیچه بردارید، ما بقیه صحیحشون اون مقدارش تو قرآن آمده، بقیه رو باید ما چی میگیم حق و تو داریم. این قضیه باعث شد آقایان بر علیه خاندان پیغمبر کودتای هم نظامی کردن هم چی فرهنگی 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 که بسته شد، شروع کردن هم تورات را مطابق میل و سرکوب اهل بیت تنظیم کنن و مطابق درآمدهاشون. یکی مسئله تورات سفر تکوین پیدایش الان ترجمه میکنن، اونجا میگه و کتاب های متاسفانه مسلمین، هاجر خانم دوم حضرت ابراهیم کنیز کی بود؟ کنیز سارا بود. ساره بود و انقدر سارا، این امروز به عنوان قصص اسلام، قصص مسلمین، قصه های قرآنی توی کتاب فروشی های ما در سراسر کشور چی میشه؟ منتشر میشه. ببین دیگه وا مصیبت ها، قصه قرآنی اسمشه. خب چیه؟ حضرت سارا به ابراهیم گفت که بخواه کجا بری؟ گفت بابا من یه بچه داشتم اونجا، اولین بچه من بود به نام اسماعیل، یه مادر بیچاره‌ای داشت، کنیزی به نام هاجر، بردم گذاشتم به امر خدا کجا؟ یه دره‌ای امروز میگم مکه. خب برم دیگه، 14 نرفتم. ببین متن دارم میخونم، اینها تبدیل شده به کتاب‌های آقایان وهابیون، تسریه دادن به کتاب‌های مسلمین شیعه. سارا گفت من اجازه نمیدم. اجازه ابراهیم دست سارا بود؟ هیچ کس از خودش نمیپرسه. من اجازه نمیدم. ابراهیم گفت آخه اجازه بده. اجازه عکس شده. اگر بروی اونجا از اسب پیاده نشو، ارتباط زناشویی با چیز هاجر نداشته باش. خب ابراهیم با 2 قبول کرد، با هاجر تماس نگیره، از اسبش هم پیاده نشه. خب رفت. این که دارم میگم صدها هزار بگید ظلمه، میلیون ها جلد، ده ها میلیون جلد در کل کتاب های مسلمین، متاسفانه شیعه هم تصحیح دادن که لا ماشاءالله. رفت رسید به مکه. آقا منزل ابراهیم، حالا اونجا شهرکی به اون معنا نبود که، مگر اینجا نبود؟ بله. دید یه خانمی آمد، این کیه؟ حالا گفتم 14 این درست نیست، بیش از 14 فاصله است. من بله زن اسماعیل هستم. کدوم اسماعیل؟ باباش رفته، ابراهیم نامی بوده. ابراهیم میبینه این کیه؟ عروس خودشه. بعد اون وقت خسته بوده حضرت ابراهیم، 1400 کیلومتر راه رفته بود. آقایان طوری نقل میکنن دیگه، بله. ما که تایید نمیکنم به این شکل، نقل اونهاست، نقل اونهاست. گفت آقا جون شما خیلی خسته، اجازه بده برای شما چی میگید آب و شربت چیزی بیارم. خانم رفت،
ابراهیم علیه السلام گفت که خانم من نمیتونم پایین بیام. چرا؟ چون سارا خانم اولم اجازه نداده. خب اجازه بده نمیتونه بیای پایین آب بخوری، سنگی میذارم اینجا، شما پاتو بذار روی این سنگ، این آب را بخور. یه پاشا گذشت، اینقدر موسی از وحشت چی؟ موسی یا ابراهیم؟ ابراهیم از وحشت، از وحشت سارا میلرزید، پاش رفت توی سنگ، مجدداً این سنگ را از اون طرف آورد، پای چپش را ابراهیم گذاشت روی سنگ، نصف لیوان را خورد، دو پای ابراهیم در داخل چی؟ سنگ فرو رفت از شدت لرزه، علیاذ بالله، از شدت لرزه. با اینکه کیلومترها راه، حالا ابراهیمی که انداختن داخل آتش نسوخ، حالا از ابراهیمی که پدر چیه این کفار رو مشرکین رو در آورد، این از زنش میترسه، اونم در 1400-1700 کیلو ابراهیم بودشکنه که مقابل نمرودیان ایستاد، حالا از زنش از کیلومترها را انقدر میترسه و میلرزه که جای پاش بر اثر اون لرزش ها درون سنگ را گود میکنه. خب آقای شهید اضافه کن واتبع ملت ابراهیم، قرآن هم میگه از این ابراهیم چی؟ پیروی کن. عجب شجاع میشیم. خب اینها ببین واقع قضیه این است که خدا میداند جز فاجعه هیچ عنوان دیگری نداره. خب و تأیید فرمایشتون هم که فرمودید بعد از پیغمبر که آمد و دیدن از فرزندان اسماعیل نیست و از فرزندان اسماعیله و دست به کار اسرائیل نیست، اسماعیل بله دیدن بالاخره از بنی اسحاق نیست و از بنی اسماعیل این پیغمبر دست به کار تحریف تورات شدن. قرآن هم یه جوری تأیید میکنه که تورات تا اون زمان حالا یحرفون الکلم عن مواضعه، حالا یا تحریف نشده بوده یا به این شدت تحریف نشده بوده، چون یه آیه دیگری هم داره میفرماد قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. یعنی قرآن نمیگه تو تحریف شده، میگه تحریف کردن. خیلی فرق داره. بله جنایت یا تحریف شده یعنی که افتاده، ورقاش افتاده، ولی تحریف کردن یعنی از زمان پیامبر به بعد شروع کردن به تحریف. آفرین. اینا شروع کردن به تخریب کتاب خودشون تا مطابقه، چون اونجا بهشون خطاب میشه در این آیه که برید تورات رو بیارید، فتلوها راست میده، همین کنید. همین تورات موجود رو بیارید، همین رو بیارید. احسن. خب اینجا اجازه بدید چه گفتیم، یک خرافه ای که یک مسئله است که در ایران میگن که مرغ پخته هم میخنده، هذا ما یضحك الثقل، مادر جوان مرده بخنده میخنده. اینو ساختن برای اثبات اینکه بابا این مقام ابراهیم که در قرآن میگه فیه آیات بینات، مقام ابراهیم آیه بزرگی در مکه است، کان آمنا، آیه بزرگی، نشانه عظیمی در مکه است. چیه؟ پاهای ابراهیم در سنگ، من دیدم دیگه حدود فکر میکنم 7 سانت بشه دو تا پا رفته داخل سنگ. این چیه؟ آیه بزرگ است. خب چیه؟ از شدت ترس یک مرد از زنش، اولم با فاصله 1000 و چند کیلومتری، دیگر تخریبی بدتر از این میشه؟ یک. دو، چون هاجر کنیز چی بود؟ سارا بود. کی گفته اینو؟ عقب عقب بری تاریخ این کتاب. خب اینا آقا شما از کجا آوردید؟ بابا من از اینجا آوردم. خب از اینجا شما از کجا آوردید؟ نقل میکنه از این، برو برو برس متن تورات، تورات چی میگه اونجا؟ میگه این عبارت موجودشه، میگه اسماعیل که یک جوان وحشی به وجود آمده بود، صفت اسماعیل چیه؟ پسر پیغمبر خدا. حالا جالبه از همین پیغمبر خدا حضرت ابراهیم اسماعیل به دنیا اومده، حوری صفت، عرض که اسماعیل وحشی صفت. همین میخوام بگم با این تعبیر من به این شکل بگم که ابراهیم خودش کسی است که از زنش آنقدر میترس از 1400 کیلومتری میلرزه، پاش اصلا میذاره رو سنگ. این فرمایشتون فراموش نشه که در تورات آمده نسلش چیه؟ میام اونجا، اسماعیل. بله ابراهیم خودش انقدر ترسوه که تاریخ ثبت نکرد از شدت وحشت از هشدار خانمش که با خانم دوم تماس نگیر. این یک، این ابراهیم چه میگه سهمشو دادن آقایان چه میگه صهیونیست. دو، خانمی داره کنیزه، هیچ شخصیتی در مقابل چی؟
سارا نداره در حدی که اون حق نداره با شوهرش تماس بگیره، چون اون چی میگید مولا راضی نیست مالک فرموده. بله، اینم زن میمان حضرت اسماعیل. متن صریح تورات هم اسماعیل علیه السلام وحشی، یک جوان وحشی است. خب ابراهیم ترسو، زنش کنیز، پسرش هم وحشی. این تورات فعلی ماست به این و قصص که اون جمله تورات در متن تورات نیست. به چه هدفی مربوط به ابراهیم ها؟ بله احسن، میگم اینا همه به چه هدفی به این هدف ساخته میشه که یک شخصیت بزرگی مثل پیغمبر اسلام با اون همه کرامت و معجزه، جدش که اسماعیل باشه سهمی از پیامبری و نبوت نداره. اینم بگم ولی برای من قطعی شده اسماعیل صادق الود همین اسماعیله، یک نفر بیشتر نیستن. ریشه یابی کردم، یک روز در آوردم، پرونده ساختم. اون آقایانی که میگن اسماعیل صادق الود پدرش کی بود چی بود، تمام خصوصیت مال این اسماعیل مظلومه. خوش بخت دوباره جناب استاد در دعوای دیگری شروع شد. دعوای دیگری شروع چون این الان معروف دو اسماعیل، اسماعیل ذبیح الله و اسماعیل صادق الود. خب اگر اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم برگردیم، هم این مطلب روشن بشه، هم اون مطلبی که ابن ابی شیبه گفته بود که من آقای ابو حنیفه را یهودی میدانم با استناد به کتب علمای اهل سنت، این دو مطلب انشالله روشن بشه وضعش. جناب استاد خیلی ممنون. بینندگان عزیز و گرامی، با تشکر از شما عزیزان که شبکه جهانی امام حسین علیه السلام را انتخاب فرموده اید و امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجه و دقت شما عزیزان قرار گرفته باشه. یک میان برنامه کوتاهی رو میبینیم و انشاءالله با دعا برای ظهور آقا امام زمان و فرستادن چند صلوات باز میگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه بیانات در خدمت شما عزیزان هستیم. سخن ما از حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود و دو فرزندش اسحاق و اسماعیل، که اسحاق جد بنی اسرائیل است و اسماعیل جد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. در قبل از میان برنامه سخن بدین جا رسید که اون اسماعیلی که به نام اسماعیل صادق الوعد معروف است، در کتاب قرآن آیه این است، می‌فرماید وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان صدیقا نبیا، تا اونجا که یادم میاد آیه به این صورت هست. اون وقت جناب استاد اشاره می‌فرمایند دو اسماعیل نداریم، بلکه حسب تحقیقات جناب استاد این اسماعیل صادق الوعد هر جا ذکر میشه خصوصیاتش خصوصیات همون اسماعیل ذبیح الله علیه السلام فرزند حضرت ابراهیمه و این هر دو یک اسماعیل بیش نیستند. اکنون بیشتر از محضر استاد استفاده بکنیم، این مطلب را انشالله برای ما روشن بفرمایند. دو سه تا نکته مهمه من فکر میکنم بایستی بینندگان عزیز هم راضی باشن که ما از محور اصلی دور نشدیم. ما میخواهیم ثابت کنیم حادثه عاشورا، مسئله امام حسین و شهادت خاندان و تأثیر جهانی اونها موعود همه انبیا بوده. حالا میگیم ظرف و شرایط زمانی چگونه بوده این مرگ تبدیل شده به یک موج و حتی چه پیش زمینه هایی داشته. ما میخواهیم بگیم وضع این بوده، ابراهیم معرفی شده توسط آقایان سران وهابیون، ابراهیم ترسو، هاجر کنیز، اسماعیل چی؟ وحشی العیاذ بالله. میخواییم بگیم اسلام را هنوز که امام حسین از دنیا رفته با وجود تأثیر گذاریشون و توجه عالم این که به این که اسلام اینها اسلام بوده،
بابا اونا دنبال بخور بخور بودن، اون اسلام دنبال دنیا بودن و دنیا بودن از این نظر، نه دنبال دین. بله، ما میخوایم بگیم ظروف شرایط حاکم بر عاشورای اون زمان چی بوده، به چی شکل بوده. حالا ما روزی بررسی کردیم چرا حضرت اسماعیل صادق الود یک جاست، اونم ما میگیم اسماعیل صادق الود، یه بار خدا گفته کان صادق الود چی؟ ود. این صفت شده برای ایشون. خب در کجا غیر از این مسئله، کجا در قرآن همچنان اسماعیلی داریم؟ خود من بپرسیم، یک اسماعیل، حضرت یوسف در سوره مؤمن غافر آمده، در سوره های مخصوصا در سوره خود یوسف که لا ماشاءالله، حضرت موسی 136 بار، حضرت ابراهیم ظاهرا 98 بار، 90 و چند بار، حضرت مسیح با واژه مسیح چند بار، با واژه عیسی، عیسی ابن مریم الی آخر، اینا زیاده. ظاهرا حضرت اسماعیل 12 بار، اسماعیل اگر اشتباه نکنم یا اسحاق، اما یک اسماعیل صادق الوعد داریم. ما حساس شدیم این کیه؟ اقلا خود قرآن آدرس بده، قبل از ابراهیم بوده، بعد از ابراهیم بوده. آقای شهیدی شما ذهنتون تیزه، این شجره طیبه انبیا، بخش شعیب این همه دربارش کتاب نوشته شده، یوشع، عیسی، زکریا، یحیی، یک اسماعیل صادق الوعد داریم، همه جاش تاریکه. براش پدر ساختن، زندگی ساختن، قضایا درست کردن، همه را بپذیریم تازه مشکله. از کجا وصل به این شجره؟ شما بفرما این اسماعیل از کجا وصل به شجره است؟ ما میگیم پیغمبر اسلام، ابن عبدالله، ابن عبدالمطلب، ابن هاشم، ابن مناف، ابن قصی، درست؟ بله، شجره النبوه. این اسماعیل نقطه اتصالش 1400 سال که اینو ساختن، احدی پیدا نکرد از کجا وصل به شجره النبوه است. قبل از ابراهیم معلوم نیست، بعد از ابراهیم معلوم نیست، بنی اسماعیل معلوم نیست، بنی اسرائیل کجای توراته؟ تورات باید باشه دیگه آقا، اونجا اسمی از ایشون. من از شما میپرسم، همه را آقای شهیدی بذار کنار، بگو من میخوام بگم این کتاب تورات و انجیل انصافا از نظر فرعگویی چی میگن، حرف مفصل بی فایده زدن ماشاءالله خیلی غنیان، هی حرف میزنش فایده هم نداره. خب اینجا از این اسماعیل چرا خبری نی؟ اصلا پذیرفتنشون اسماعیل رو، اسمی از ایشون اصلا نیست، مطرح خب نیست اونجا. همین کافی نیست شما حساس بشید؟ قرآن میگه اسماعیل صادق الوعد. خب آقا کیه؟ معلوم نیست. شاید زمان حضرت یوشع بوده، معلوم نیست. شاید زمان هوشع بوده، معلوم نیست. مال حزقیال بوده، معلوم نیست. یک اسم ما رفتیم دیدیم یک نفر از علما اهل سنت بنده خدا منصفانه نشسته با صدق نیت کتاب نوشته در این زمینه، متاسفانه کتابش به دستم نیومد، تیکه‌هاش. آقا چون این چیزی نیست، چون در قرآن صادق الوعد است این اسماعیل ذبیح الله، اونجا تبدیل کردم به چی؟ وحشی. اصلا علت صفت وحشی به اسماعیل ابن ابراهیم، ابراهیم در تورات در جهت مقابله با صادق الوعد بودنشه. دقت کنید، ما رفتیم ببینید چند تا مسئله چی میگید آقا فلان جا با فلان شخص فلان جاده را رفتیم، آخرش بنبست شد. خیلی عجیب، آقا فلان جاده رفتیم بلد نبودیم، رفتیم آخرش شد بیابون. خب جناب استاد، الان یک سوال دیگه برای من پیش اومد که احتمال داره برای بینندگان عزیز هم پیش اومده باشه. در بعضی از متون ما، چون همین جلسه ما هم بحث راجع به امام حسین علیه السلام و کربلا در کلام انبیاست، در اونجا از آغاز هم که این جلسه بیانات شروع شد، جلسه های نخستین و آغازینش اشاره شد به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام که وقتی گزارشون به کربلا افتاد، حالا به جهتی بالاخره زخمی شدن و خون از بدن مقدسشون جاری شد. حضرت ابراهیم علیه السلام به کربلا رسیدن، نمیدونم حالا اسبشون به زمین خورد، خودشون از اسب به زمین آمدن، زخمی شدن، خون از بدنشون جاری شد و خطاب رسید که شما با امام حسین بناسی مواسات کرده باشید.
در این راستا کتب شیعه ما شیعیان یه مطالبی هم نقل میکنن که باز حضرت اسماعیلی صادق الوعد، اسماعیل صادق الوعد گرفتار شد و بالاخره پوست سر و صورت او را به اصطلاح زنده زنده کندند و ایشون گفت لی اسوتون ببن بنت رسول الله، من در این قصه اسوه من و الگوی من امام حسین علیه السلام خواهد بود. لذا این مطلب رو بی زحمت ولو شده به اندازه یه جمله دربارش توضیح بفرمایید که این هم آیا از همون دوباره مسائلی است که ساختگیه یا این که چجوریه؟ 100% ساختگیه. من دو تا کتاب نام میبرم مشهور دیگه، اتفاقا هر دو خوبه، یکی تفسیر موضوع، یکی از معارف نوشته، بزرگان نوشته، یکی هم کتاب اونطور که یادم میزان الحکمه، باز یکی از فضلا نوشته. رسیدم به یک بحثی اسماعیل صادق الوعد هست، اسماعیل ذبیح الله نیست. بنده عرض میکنم یکی از مبانی این قصه که رفتم این قصه رو در هیچ مبدعی پیدا نکردم. شما سوال کرده، سوال بسیار منطقیه. بنده سوال رو برمیگردانم، میگم شما برای من از قرن دوم مطلب بیارید، نمیتون از قرن سوم بیارید، این مطالب را در قرن سوم نوشته باشن. همین، یعنی میفرمایید از قرن دوم یا سوم به قبل. شما اصلا ممکنه بگید آقا این چی رمزیه، شما میگید که میرم قرن دوم و سوم دیگه جلو هیچ خبری نیست. بله. تمام قصه این بود. چند تا ما امام داریم؟ 12 امام. طرف اینو شنیده بود، امام حسن عسکری میگه در اثبات الهدات مخالفین ما بنی امیه و بنی عباس میدانست ما 12 نفریم. اینها ما را شناسایی میکردن، دیدن ما عکس العمل نشان نمیدیم نمیتونستن بکشن، تو خونه نشسته بودیم. بله دیگه، چون نمیتونستن مواظب بودن تا 12 نگاه کنید، 12 یعنی ظهور و بروز چندانی نداشتن. این نکته دقت کن، من ضعف بیان دارم کمک کن. 12 ما را رصد میکردن. کل ببینید محدثینشون، چی میگید؟ مذهب سازانشون دقیقاً عصر 12 امامه. بله همینطوره. ببینید یکی یکی به شمارم. ابو حنیفه، دنبالش مالک، دنبالش شافعی، دنبالش احمد. هم عصر چی هن؟ معصومین هن. بعد آقای بعد از این آرام آرام میبینید سرکله کی پیدا میشه؟ بخاری، معاصر اهل بیته. مسلم همزمانن، نسائی، ترمذی، اینا ببینید هیچ کدوم دیگه در داخل قرن سوم به بعد نیستن، همه اون 250 و چند سال، 5 سال، 255 سال هن دیگه عصر ائمه. بله. چرا همه اونجان؟ همین که اجازه بده امام زمان غایب شد، کتاب چی اسمش صحیح بخاری سرکلش پیدا شد. در حالی که در عصر اهل بیت، اهل بیت زبان اسلام بودن، چون در مقابل اهل بیت اینها رقابت میکردن از اینا چیزی صادر نشه، هرچی امام صادق میگفت ابو حنیفه فقیه میشد. خیلی عجیبه، امام باقر فتوا میده مالک فقیه میشه، امام موسی جعفر فتوا میده شافعی همه کاره میشه، امام حسن عسکری فتوا میده آقای احمد همه کاره میشه. اهل بیت، امام حسن عسکری میفرماید چون میدانستم ما 12 نفریم طول این طرف تاریخ، بله، مقابل ما چی انسانهای میساختن، امام میساختن، وقتی که دیدن دیگه از 12 خبری نشد، آرام آرام آقای طبری تألیف چی امام المورخین، امام المفسرین، آقا اون 250 سال ائمه مقابل اهل بیت تدوین کردن، بعد از قرن سوم شد آقایان بسازن جمع کنن. ببینید شما بکارید آقای ابو حنیفه، آقای مالک، آقای شهار امام مذهب، آقای مسلم، آقای نمیده بخاری، شما بسازید باقی به بار بیارید ما جمع میکنیم. همین که امام زمان مسئلهش تمام شد، خطر امام زمان از در اونها تمام شد، بخاری صحیح آورد، آقای چیه مسلم صحیح، ترمذی. چرا بعد از قرن چهارم یک نفر پیدا نشد؟
شما بگید یک نفر بعد از اون امام داشته باشن. بله. این یک رقابتی بود که در برابر اهل بیت رصد مستقیم بود از اهل بیت، اگر چی خبری میشه در مقابل شما بگید خونساش کنید. بله، فرمایشتون متین. حالا برگردیم به حضرت اسماعیل. ما این که اصرار داریم چرا در اون 250 سال اگر نباشد و باشد، حلقوم اینجاست، طبری میاد کل نوشته رو جمع میکنه، میگه این تفسیر ما. طبری حلقوم کارهای انجام شده چی حدیثی رو جمع میکنم، یا این حدیث شما دو جلد مربوط به کی بود؟ حضرت علی بن ابی طالب. دو جلد مگر ذهبی ننوشته؟ دو جلد فقط پر دلیل امامت چه کسی رو جمع کرده بود؟ علی بن ابی طالب. چکار کرد؟ نابود کردن. چرا تاریخ طبری موند؟ تفسیر طبری موند. دو جلد راجع به خلافت علی بن ابی طالب همه نابود شد. برای همین بود چون اونجی که مربوط به اهل بیت بود، امامت اهل بیت بود، مال شیعه بود، نابودش کردن، گفتن آقا بفرما. این بود تفسیر، بود تفسیر طبری. چیه؟ تاریخ طبری. لذا بنده رفتم راجع به جریان حضرت اسماعیل، همین که رسیدم به زمان امام حسن عسکری. یه اسماعیل بیشتر تا اون زمان وجود نداشته. در عصر با وجودی که رقابت میکردن، با وجود چون اهل بیت بودن، بالاخره غیر مستقل موضع میگرفتن، خبری از اسماعیل صادق الوعد نیست، مستقل نیست. برگشتم یه قول امروز تونلی زدیم به اسرائیلیون، رفتیم دیدیم آثاری بین انبیا اصلا مشابهی برای حضرت اسماعیل صادق الوعد وجود نداره تموش. مگر اسماعیل ذبیح الله. اگر یک نفر بگه الان شما بفرمایید به صورت فرد آقا ایشون هستن، میگم پدرش کیه؟ معلوم نیست. سرزمینی که مبعوث شده معلوم نیست. قومی که دعوت کرده، عاد بود، هود بود، ثمود بود، صالح بود، چه بوده؟ بله. کدوم تاریخ بود؟ نه پدر، نه مادر، نه اولاد، نه قوم، نه سرزمین، نه کتاب، همه دروغه. لذا حق این از ایشون، چون حضرت اسماعیل لقبش صادق الوعد در قرآن، آمدن در تورات چی جعل کردن؟ اسماعیل وحشی. احسنت. همه یک طرف. شما رد کن، فقط بگو در تورات چون پیغمبری نیست که اون هی میخوان زیادش کنه. اسرائیلی بود یا نه؟ الان شما یه آدم فاضلی هستید، من از شما میپرسم، یه حالت تهاجمه بگیرم، آقا این اسماعیل چیه؟ بنی اسرائیلی، بنی اسماعیلیه؟ اسرائیل، بنی اسرائیلیه یا بنی اسماعیلیه؟ اسماعیل صادق الوعد کدومه؟ بنده هم نمیدونم. خطا. بله واقعا خود این یه نکته است که این جزء کدوم شجره است بالاخره؟ از بنی هیچ چون چیزی نیست، بنی اسحاق یا بنی اسماعیل یا بالاخره به قول شما از کجا وارد شجره شد؟ حاجه این است که افاضل ما، معارف ما تفسیر و حدیث نوشتن. اسماعیل ذبیح الله خبری نیست. همین اسماعیل صادق الوعد فکر کردن کسی دیگه است. بابا این همونه، اعتماد کردن. بله و دیگه ریشه یابی نفهمیدن. آقای شهیدی، مظلومیت اهل بیت بیش از این است که تصور میکنید. هاست. بسیار عالی. اما خب یک مورد دیگه هم بنا بود اشاره بفرمایید، اینم انشالله بالاخره استفاده کنیم قبل از اینکه این جلسه به پایان برسه. و اون مورد چی بود؟ ابن ابی شیبه اشاره کرد، اینو سندش رو اینا جالب اینه که از کتب اهل سنت بود. حالا تو این جلسه یه بار دیگه بله، تاریخ بغداد جلد 11 چاپ دارالفکر بیروت صفحه 291 عبارت این: اخبرنا القاضی ابو العلماء محمد ابن علی الواسطی، حدثنا او میگه، حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عثمان المزنی به واسط، منطقه واسط، حدثنا اطراف کوفه، حدثنا طریف ابن عبدالله قال سمعت ابن ابی شیبه استاد بخاری و ذکر ابا حنیفه فقال اراه و کان یهودی، یا گفت که من اونو یهودی میدونم، من فکر میکنم شو یهودیه. بح. ابن ابی شیبه استاد بخاری راجع به ابا حنیفه. اما اون یکم نپرسیده من بگم. بله. کسی گفته بود این هرچی تولید کرده. بله، آقای یزید ابن هارون هم گفته ما رأیت قوما اشبه بالنصارى من اصحاب. بله. هرچی تولید کرده در حقیقت شاگردانش هم من شبیه به نصارا و مسیحیان میبینم. بله. بسیار عالی. خب اگر عرض شود که راجع به همین بحث خودمون که بحث امام حسین علیه السلام بله و کربلا در کلام انبیا بله هست، یک نکته هست. بله، یک نکته آماده کرده بودم به عنوان شاهد. امام حسین جزء 5 تن آل
عباس. انصافاً آقای ابن اساکر حقش ادا کرده، یعنی تأسفاتش را اینجا اعمال نکرده، سنگ تمام گذاشته، روایت را آورده در حد کافی. البته خواه نخواه حدود 3 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم، همین 3 دقیقه کافیه. بله، ایشون در اینجا روایات اهل سنت را جمع کرده فوق تواتر. آقا ایشون یک، سیدا شباب اهل جنه است. دو، این که خامس اینهاست، پنجم از آل عباس، جزء آل عباس. یک نکته اونجا تناقض به ذهنش نیامده، مشخص میشه، شاید دونسته موظف نبوده. ام سلمه گفته که آقا اجازه بدید منم بیام داخل کسا، درسته؟ بله. قال رسول الله ان انکی علی خیر، شما خانم خوبی هستید، یا انتی بخیر و انتی بخیر، اما شما عاقبت بخیری، اما داخل اومد نیومد، اما از ما جدایی، ما حسابمون جداست. ابن اساکر آورده داخل شده ششمی، جبرئیل شده هفتمی، میکائیل شده چی؟ هشتمی. در حالی که این همه روایات چون چیزی نداره. دعوا سر چیه؟ حالا بعدن یه نفر دیگه میاد، اونم مرده، اونم میشه نمیدونم هشتمی. میخوان به اهل بیت اضافه کنن دیگه به این 5 تن مقدسی که خودشون هم در آثار دیگه ای دارن، که از زمان حضرت نوح مثلا علیه السلام اسم این 5 تن مقدس، مثلا حضرت نوح بر کشتی نوشت، یا حضرت آدم اسم این 5 تن مقدس رو آورد. اینه که وقتی سعی میکنن یه ششمی یا هفتمی اضافه کنن، اون روایات مخدوش میشه و مشخص میشه که میخوان چکار کنن، از شأن این 5 بزرگوار بکاهن و دیگران را گفت که به زور وارد این 5 تن بکنن. حالا گاهی میگن همسران پیامبر و و و که ازواجه، بله، یا مثلا مناقبی که مینویسه آقای شبلنجی نورالابصار، اونجا عرض شود که وقتی مینویسه مناقب و آل نبی المختار یک، اونجا شروع میکنه عایشه و عمر و عثمان، اینا همه میشن اول ابوبکر، بعد عمر، آل محمد، ایناست، اینا همه میشن آل پیامبر. بله، پناه به خدا، احسنتم، بسیار عالی، طیب الله انفاسکم، خسته نباشید، استفاده کردیم. بینندگان عزیز و گرامی، با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید، تا بیانات دیگر شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. اگر احیانا گاهی موفق به دیدار این برنامه ها نشدید، می توانید در یوتیوب این برنامه ها را دنبال بفرمایید. تا بیانات دیگر، اللهم عجل لولی کل فرج، خدا حافظ شما، یا علی مدد، یا الله مولا.